درود به شما عاشقان ایران زمین در این بسته خبری در ابتدا میپردازیم به تلاش جمهوری اسلامی برای آغاز جنگ در منطقه در ادامه خبری داریم از فسادی دیگر این بار در واردات برنج و در پایان میپردازیم به اعتصابات و اعتراضات آیا خیزش ملی شروع شده است با ما همراه باشید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید وزارت دفاع ایالات متحده ای آمریکا از برخورد یک پهپاد از مبدأ ایران با یک نفتکش حامل مواد شیمیایی در اقیانوس هند خبر داد. سخنگوی پنتاگون در گفتگو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد که این نفتکش که حامل مواد شیمیایی بوده و با نام چمپلوتو و پرچم لیبریا تردد می کرده در اقیانوس هند مورد اصابت یک پهباد قرار گرفته که از مبدع ایران پرتاب شده این کشتی تحت مالکیت شرکت ریو که یک شرکت ژاپنی بوده و با مدیریت شرکت آیس کوانتوم که یک شرکت هلندی است در اقیانوس هند تردد میکرده پنتاگون در بیانیه منتشر شده خود در این زمینه سراحتا عنوان کرده که این هفتمین حمله نیروهای جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری از سال 2001 است. همزمان وال استریت جورنال در گزارشی نوشته که از آغاز درگیری حماس و اسرائیل در غزه این نخستین بار است که آمریکا ادعا می کند که تهران مستقیما یک کشتی را هدف قرار داده. این حمله پهبادی طرفات جانی در پی نداشت و آتش سوزی مختصر نفتکش به سرعت خاموش شد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در پی این حمله در گفتگو با روزنامه ساندی تلگراف جمهوری اسلامی ایران رو دارای نفوذ کاملا بدخواهانه در منطقه و در جهان توصیف کرد و گفت هیچ شکی در اون نیست که جمهوری اسلامی ایران دارای نفوذ کاملا بدخواهانه در منطقه و جهان است حوسی ها حزب الله نظامیان مورد حمایت ایران در عراق که به پایگاه های نیروهای بریتانیا و آمریکا حمله می کنند و البته حماس همگی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایرانند. به نظر من پیش از همه جمهوری اسلامی ایران باید پیامی واضح مبنی بر اینکه تشدید این اقدامات تحمل نخواهد شد دریافت کند او بر همکاری همه جانبه بریتانیا و متحدانش برای تدارک مجموعی از اقدامات واقعا بازدارنده علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت سطح خطر و امنی در جهان در مقایسه با سالها و دهه های گذشته در سطح فوقالعاده بالایی قرار دارد و تهدید جمهوری اسلامی ایران هم بخشی از آن است. در ادامه افشای فساد مالی در جمهوری اسلامی دو عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برنج تولید داخل روی دست کشور مانده است جزئیاتی درباره تخلفات در زمینه واردات برنج و صرف ارز عرض ارزان قیمت توسط مافیای برنج برای آن اعلام کردند پس از افشای چند اختلاس کلان از جمله فساد چای دبش و در شرایطی که گزارش ها از ایران حاکی از کمبود ارز برای واردات داروست دو عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات دو میلیون تن برنج با عرض 4200 تومانی و 28500 تومانی خواستار بررسی این تخلف توسط دیوان محاسبات اداری شدند. به گزارش وبسایت دیدبان ایران، جبار کوچکی زاده، عضو به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که این تخلف در زمان وزارت جواد ساداتی نژاد وزیر پیشین جهاد و کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی رخ داده است. این نماینده مجلس افزود که در حال حاضر و در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی نیز سفارش واردات برنج ادامه دارد و دوباره وارد میکنند به گفته او این دو میلیون تون برنج بخشی با ارز ترجیحی و بخشی با عرض 28, 500 تومنی وارد میشود و با قیمت بیشتر در بازار فروخته میشود جبار کوچکی نژاد با درخواست تحقیق و تفحص درباره تخلف واردات برنج و وارد شدن دیوان محاسبات به این فساد اقتصادی تاکید کرد که این میزان برنج وارداتی مورد نیاز کشور نیست و در صورت یک سال ماندن فاسد میشود و در صورت صرف آن نیز کشاورزان مجبور هستند برنج خود را به دریا بریزند از سوی دیگر در روز 28 آذر علی اصغر باقرزاده عضو مجلس شورای اسلامی از حوزه بابلسر با اشاره به تولید 3 میلیون تن برنج در داخل کشور در صحن علنی مجلس گفته بود گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید چرا که به گفته او شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است وی با تاکید بر اینکه امروز برای واردات دارود دچار مشکل تامین ارز هستیم از دستگاه های نظارتی خواست که به موضوع واردات برنج و ارزهای تعلق یافته رسیدگی کنند همچنین درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج حساس نمایید که البته بنده معتقدم شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است آقای رئیس جمهور وقتی تا سه میلیون تن برنج تولید کردیم دو میلیون تن برنج برای چه وارد شده است بحث این است که این دو میلیون تن برنج را چه کسی وارد کرده است و چه کسی مجوز داده است آیا نیاز کشور ما دو میلیون تون برنج است که وارد شود آیا رئیس این دو میلیون تون برنج با چه عرضی وارد شده است در حالی که ما امروز برای واردات دارو دچار مشکل تأمین عرض هستیم لذا از دستگاه های درخواست دارم در این موضوع واردات برنج و ارزهای تعلق یافته نیز ورود پیدا کند در روزهای اخیر نیز احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام جمهوری اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از یک رانت بی سابقه مبنی بر صدور مجوز واردات 13 میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت تازه کار با طبقه بندی کاملا محرمانه رونمایی کرد برخی کارشناسان میگن در جمهوری اسلامی فارغ از اینکه رئیس دولت چه کسی باشه شبکه سازمان یافته فساد و مافیای اقتصادی در ایران به فعالیت خود ادامه میدهد در این زمینه پیش از این محمد ماشینچیان کارشناس اقتصاد سیاسی به صدای آمریکا گفت که اختلاس چای دبش میوه اجتناب ناپذیر سیستم رانتی در جمهوری اسلامی است و تنها مورد فساد در ایران نیست آقای ماشینچیان من دیدم تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی روزنامه‌نگاران این ارز تخصیص برای واردات چای رو مقایسه کردن با ارزی که دولت اختصاص میده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حالا فارق از اینکه کمتره یا بیشتره شما فکر میکنین که ابعاد این فساد مالی و اختلاس به کجا دنبالش به کجا میرسه یعنی اینکه محدود به این شرکت یا اینکه باید در جای دیگری دنبال منشأش بود به طور کلی من فقره چای رو یک پرونده یا مورد خاص نمی بینم. من این پرونده رو میوه اجتناب ناپذیر سیاست های توضیع رانت و دخالت گسترده حکومت در تولید کالای خصوصی می بینم. در تاریخ اقتصاد و ادبیات حکمرانی و گذاری عمومی هم این مسئله بارها و بارها ثابت شده در اقتصادهای دولتی و نظام اقتصادی برنامه ریزی شده متمرکز فساد به مرور گسترش پیدا میکنه نهادی میشه تبدیل به هنجار به نور میشه اجتناب ناپذیر میشه کار رو به جایی میرسونه که اگر فردی بخواد سالم فعالیت کنه و آلوده به فساد نشه در نظام سیاسی و اداری نه فقط پیشرفت نخواهد کرد بلکه به عنوان وسیله ناجور عملا حذف خواهد شد و این شرایط کنونی دیوان سالاران جمهوری اسلامی بعد از انتشار گزارش‌های از اعتصاب فروشندگان طلا در برخی از شهرهای ایران در اعتراض به دستور دولت به ثبت خرید و فروش طلا در سامانه مالیاتی کشور، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تایید کرد که اونها از این دستور دستورالعمل استقبال نکردند. شهروندان تصاویری منتشر کردند از اعتصاب فروشندگان طلا در بازار اصفهان، تبریز و تهران که در واکنش به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره الزام صدور صورت حساب الکترونیکی طلا فروشان در سامانه مودیان صورت گرفته. نادر بزرفشان رئیس اتحادیه فروشندگان طلای تهران به خبرگزاری ایسنا گفته که اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و این سوال برای طلا فروشان مطرح است که اگر اطلاعات هر معامله را ثبت کنند امنیت این سامانه به چه صورت خواهد بود به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر در تهران مردم نیز در زمینه ی این اطلاعی نگرانی هایی دارند از جمله اینکه مردم نگران هستند که زمانی که طلا خریداری می کنند و زمانی که کد ملی ثبت می کنند، در آینده مشکلات مالیاتی یا دیگر مشکلاتی خواهند داشت یا خیر سازمان امور مالیاتی هفته گذشته اعلام کرد با هدف ایجاد شفافیت در انجام معاملات چهار گروه از اصناف از جمله فروشان از ابتدای دیماه ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان هستند به گفته ی این سازمان ثبت معاملات طلا و جواهر فروشان منجر به اخذ مالیات جدید از آنها نمی شود و این تصمیم تنها برای تکمیل فرایند جمعآوری اطلاعات از اصناف و مشاغل چهارگان است نگاهی به گزارش های هک و نفوذ در برخی سامانه های دولتی و فاش شدن اطلاعات مرتبط با شهروندان و فروش این اطلاعات به نهادهای مرتبط تا اندازه میتونه توجیه کننده نگرانی های سنف فروش طلا و جواهر و همچنین خریداران این اقلام باشه. اما به نظر میرسه بخش عمده نگرانی های ایجاد شده به افزایش شدید اخص مالیات دولتی در بودجه سال آینده که سهم اون از کل بودجه رو به بیش از 50 درصد رسونده موجب این اعتراضات شده باشه. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصمیمات سازمان امور مالیاتی باعث عقب نشینی مردم از خرید سکه و طلا و زمین ساز رکود شدید در بازار طلا شده به شکلی که از زمان کرونا که چند ماه تعطیل بودند بیشتر متضرر شدند. طلا فروشان در شهرهای مختلف ایران در سالهای 1395 و 97 نیز در اعتراض به قوانین مالیاتی و از جمله افزوده شدن مالیات بر ارزش افزوده به معاملات طلا دست به اعتصاب زده بودند. سپاس گذاریم که تا انتها با ما همراه بودید. لطفا نظراتتون رو با ما توی کامنت ها به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعدی بدرود.